سلام دوستان، شبتون بخیر باشه. تئاتر عبادتتون قبول. کامنت های دوستان رو میخونم. یکی از عزیزان گفته که فقط خواهش میکنم ازتون شبایی که شبنامه ندارین قبلش اطلاع رسانی کنید تو کانال تلگرامیتون. به خدا بعضی وقتا تا یک و دو بیدارم، همون روزش بگین. ممنون میشم، دمتون گرم. خدا حافظ. چشم، تلاش میکنیم اطلاع رسانی بکنیم. ادامه گزارش شب گذشته خدمت شما ارائه میدم. یک گزارشی رو دیشب براتون خوندم در خصوص تلاش برای اتحاد آمریکا و ترکیه به جهت مقابله با ایران. این گزارشی که اندیشکده هاتسون نوشته، گزارش اومده پرداخته به اینکه آمریکا چرا داره به این فکر میکنه که از ظرفیت ترکیه استفاده بکنه. در ادامه گزارشی که این اندیشکده کار کرده، اشاره شده به اینکه آمریکایی‌ها توان اینکه بخوان نیروی اضافی به منطقه بیارن و از طریق اون با نیروهای نیابتی ایران مقابله بکنن رو ندارن. به خاطر همین آمریکا دو تا راهکار بیشتر نداره: یا وارد تقابل مستقیم با ایران بشه، مثل تقابلی که انجام داد و ترور فرمانده ایرانی رو رقم زد که این خیلی کار پرهزینه‌ایه و دورنماش مشخص نیست. کار دیگه هم که آمریکا میتونه بکنه این هست که سکوت بکنه و نظاره‌گر این باشه که ایرانی‌ها به همین شکل از طریق بازوان منطقه خودشون و از طریق نیروهای نیابتی خودشون مسیر رو پیش ببرن و به اهداف خودشون برسن. فقط یک نکته خیلی جالب در این گزارش هست. در یک بخشی از این گزارش نوشته که ایران با استفاده از این نیروها است که میتواند جنگ ترکیبی خود را علیه آمریکا و شرکای منطقه‌اش پیش ببره. یکی از نکات مهمی که در گزارش‌های مختلف بهش اشاره می‌کنم اینه که نبرد همه‌جانبه ترکیبی علیه کشور ما به راه افتاده و داریم تلاش می‌کنیم این رو توضیح بدیم که آمریکایی‌ها در حوزه‌های مختلف یک جنگ ترکیبی رو علیه ما به راه انداختن. نکته خنده‌دار اینجاست که اونها هم تو گزارش‌هاشون ایران رو انقدر بزرگ می‌بینن که به این جمع‌بندی رسیدن که این چیزی که منطقه ما داره اتفاق می‌افته نبرد ترکیبی ایرانی‌ها هست علیه منافع آمریکا. در واقع من هر چند وقت یک بار تلاش می‌کنم به بهونه این گزارش‌ها به این قضیه اشاره کنم. گویا ما یک ابرقدرتیم. جنگ ترکیبی چیزی نیست که هر کشوری بتونه اون رو پیش ببره و در ابعاد مختلف به اون بپردازه، ولی آمریکا الان به این توهم رسیده که ایران داره در منطقه یک جنگ ترکیبی رو علیهش انجام میده. در خصوص نیروهای نیابتی ایران هم که تو گزارشش اشاره کردن، یک نکته بگم. آمریکا و محور غربی عربی کشورهایی هستن که مزدورهای فرامنطقه‌ای و مزدورها از آفریقا و کشورهای مثل لیبی، تونس، الجزایر و مصر و امثال اینها رو جمع کردن، گسیل کردن به منطقه ما. اونهایی که اینها به این منطقه آوردن تروریست‌های چند ملیتی هستند. اون کسانی که در سوریه و عراق با ما هم هدف شدن، اینها بازوان منطقه ایران نیستن. اینها نیروهای جنگ نیابتی ایران نیستن، اینها ملت‌های منطقه. فارغ از فهمی که اونها از این حقیقت میدانی دارن، اگر اندیشکده‌ها و اتاق‌های تصمیم‌سازی آمریکا نتونن این حقیقت رو بپذیرن که اینها ملت‌های منطقه‌اند، نمیتونن با ملت‌های منطقه تعامل درستی داشته باشن و در نتیجه اون چیزهایی که در سیاست‌گذاری بلندمدت خودشون در نظر گرفتن قطعاً به نتیجه نمیتونه برسه. اما برگردیم به ادامه گزارش. میگه که به خاطر اینکه آمریکا نمیتونه نیروهایی رو در منطقه بیاره و با نیروهای نیابتی ایران برخورد بکنه، به این جمع‌بندی رسیده که بیاد به یک گزینه وسوسه انگیز و جذاب فکر بکنه و اون هم همکاری با ترکیه است. اندیشه هاتسون در ادامه گزارش خودش نوشته چیزی که آمریکایی‌ها دارن در این منطقه بهش فکر میکنن این هست که بیان از طریق ترکیه استراتژی مشارکت رو پیش ببرن و از طریق ترکیه تلاش بکنن یک بازدارندگی برای ایران به وجود بیارن و یک ایجاد توازن در برابر ایران برسن. بعد نکته‌ای که تو این گزارش گفته اینه، گفته که اگر حتی آمریکایی‌ها بتونن با ترکیه به یک تعهد برسن و اگر بتونن با ترکیه به جمع‌بندی برسن، اردوغان نه ظرفیت نظامی داره نه علاقه ای داره برای اینکه بخواد بیاد نیرویی باشه برای مهار منطقه ایران. بعد گفته توی اقداماتی که ما داریم در غرب آسیا انجام میدیم، ما اومدیم اقداماتی رو علیه بازوان منطقه ایران انجام دادیم. تو افغانستان بودیم، تو عراق بودیم، تو سوریه بودیم. ترکیه تو هیچ کدوم از اینا با ما نبوده. ترکیه فقط داره به کردها حمله میکنه. بعد گفته برخلاف اون چیزی که افکار عمومی فکر میکنه، ترکیه از درون به خصوص در حوزه نظامی اوضاع چندان خوبی نداره. رسته افسران ترکیه اصلا وضعیتش خوب نیست. ساختار نظامی ترکیه اصلا وضعیتش خوب نیست. اون هم به خاطر این هست که بعد از کودتایی که در سالهای گذشته در ترکیه راه افتاده، اینها یک حجم عظیمی از دستگیری‌ها رو راه انداختن در حوزه سیاسی و نظامی و در حال حاضر هم فضای بی‌اعتمادی همچنان وجود داره. در ادامه گزارش اومده اشاره کرده به جنبه‌های مثبت و بخش‌های مثبت توان نظامی ترکیه. اومده گفته ارتش ترکیه نمیتونه اقدامات نظامی از این دست و صورت گسترده در عراق یا سوریه انجام بده، ولی استفادهش از شبه نظامی‌ها در کشور سوریه خوب بوده، موفق شده. از شبه نظامی ها منظورشون همون گروه های تروریستی و تکفیری هست که در سوریه میبینید استفاده بکنه برای پیشبرد منافع خودش. بعد گفته که یکی از مدل هایی که اینها موفق شدن در اون همین مدل رو پیاده کنن جنگ لیبیه. برداشتن تعداد زیادی از تروریست ها رو از سوریه منتقل کردن به لیبی و اونجا دارن در راستای منافع خودشون از این نیروها استفاده میکنن. بعد در ادامه پرخته به اینکه آیا ترکیه این انگیزه رو داره که بخواد با آمریکا همکاری داشته باشه یا نه. اول اومده به رفتارهای متناقض ترکیه اشاره کرده، به جاهایی که ترکیه با ای
ایران همراهی هایی داشته و اینها نشون میده که اگر شرایط پیش بیاد ممکن هست دوباره ترکیه بره در کنار ایران قرار بگیره. بعد اومده اشاره کرده به اینکه البته یک تغییر رویه‌ای در ترکیه به وجود اومده، ولی ترکیه در مقابل آمریکا رفته در کنار روسیه قرار گرفته، جلساتی رو با پوتین داشتن، گفتگوهایی رو داشتن، فعالیت‌های مشترکی رو داشتن. بعد باز زوره اومده مرور کرده، گفته البته یک نکته دیگه هم در خصوص ترکیه هست، اونم اینه که همون موقعی که آمریکا و ایران در عراق درگیر بودن بعد از اینکه فرمانده ایرانی به شهادت رسید، ترکیه اومده در سوریه اقداماتی رو علیه نیروهای حزب الله انجام داده، نیروهایی که به اصطلاح در سوریه همسو هستن با ایران. بعد در نهایت اینطور نتیجه گرفته که بر اساس اینها بعضی‌ها در آمریکا هستن و اون بعضی‌ها بر این باورن که شاید بشه از ظرفیت ترکیه استفاده کرد برای اینکه این اقدامات رو از طریق اون در منطقه پیش برد. این قسمت از اون گزارش خیلی جالبه، نوشته که حتی اگر شما بتونید با ترکیه به یک همراهی علیه ایران برسید، ولی باز هم این شراکتی که بهش رسیدید یک شراکت محدوده و باز هم ترکیه مشخص نیست که بتونه یک کشور قابل اعتماد باشه برای اینکه در مقابل ایران بخوایم ازش استفاده بکنیم. در ادامه این گزارش اشاره کرده به اینکه یک نکته دیگه که باید مورد توجه قرار داد اینه که اگر آمریکا بخواد از ترکیه علیه ایران استفاده کنه، باید بدونه ترکیه فقط توی سوریه موفق شده با نائبان ایران درگیر بشه، در صورتی که آمریکا میخواد یک راهکار پیدا بکنه برای مقابله با نائبان افراطی ایران در عراق، منظورشون حشد شعبی و امثال اینها. بعد میگه که ترکیه توان مقابله با اینها و توان مانور در عراق رو نداره، در عراق هم هر موقع خواسته وارد بشه و اقدام بکنه اقدام علیه کردها بوده. بعد گفته اگر بخواید به توافق با ترکیه فکر بکنید، باید بدونید که ما ترکیه رو برای عراق میخوایم، ولی ترکیه در عراق نفوذ چندانی هم نداره و از طرفی یک بار در طول سالهای اخیر در مسائل داخلی عراق دخالت کرده، در سال 2017 اون یک بار هم رفته در کنار ایران قرار گرفته برای اینکه از تجزیه عراق جلوگیری بکنه. بعد گفته همین همکاریش با ایران هم در اون بازه زمانی باعث شد که ارتباط خودش با کردها کمتر بشه و آمریکایی که میتونست یک شریک کرد و ترک رو در کنار خودش در مقابل ایران داشته باشه به چالش کشیده بشه. در نهایت تاکید کرده روی بحث بی‌اعتمادی به ترکیه و گفته که اینها اصلا تمامی رفتارهاشون در طول این سالا متناقض بوده و با شیوه رفتاری که ترکیه داشته یا در مقابل ایران بی اثر خواهد بود این اقدامی که می‌خوایم بکنیم، یا اینکه به خاطر حماقت اردوغان اتفاقا نتیجه عکس میده و به نفع ایران میشه. در واقع اگر اجازه بدید من خیلی سریع این نکته رو دوباره تکرار بکنم، ما وقتی در خصوص اردوغان و ترکیه صحبت می‌کنیم در حوزه سیاست، داریم درباره یک فاحشه سیاسی حرف می‌زنیم که یک روز میره در آغوش آمریکا و میشه، یک روز میره در کنار ایران و میشه، یک روز میره در کنار روسیه و میشه، و این اسمش تامین منافع نیست. همه فهمیدن که از این ماجرا نه ترکیه منافع خودش تونسته تامین کنه، نه موفق شده وجهه خوبی در حوزه بین‌الملل داشته باشه. خب انتهای گزارش یک سوال رو هم اومده پاسخ داده، قبول ما فهمیدیم که نمیتونیم از ترکیه استفاده کنیم علیه ایران، خب از کی استفاده کنیم، چه کسی رو جایگزین بکنیم و با کمک چه کسی رو نبرد با ایران بریم. این جمله به نظرم فوق العاده هست، نوشته تنها یک کشور مؤثر و قدرتمند با مشروعیت تاریخی در مقابل هژمونی منطقه ایران میتواند ایستادگی بکند. جمع بندی بکنیم، در نهایت گفته که خیلی ها الان در واشنگتن دارن می فهم کنن که بریم با ترکیه ارتباط بگیریم و الان وقت مناسبی برای اینه که ترکیه رو در قبال ایران آماده بکنیم، و گفته که این یک اشتباه استراتژیک هست و نشون میده که اونایی که الان در واشنگتن نشستن فهم درستی از وضعیت منطقه ندارن و دارن مسائل رو اشتباه تشخیص میدن. بعد گفته ما در خاورمیانه یه سری سرمایه داشتیم، اینها اشاره کرده به کوردها و گروهایی که میخوان به خاطر سرزمینشون بجنگن، به خاطر سرزمینشون در کنار آمریکا قرار گرفتن، و گفته که این اقدام آمریکا باعث میشه که آمریکا این سرمایه رو هم برای همیشه از دست بده. من شبنامه امشب رو همینجا به پایان میرسونم، لطفاً پیام هاتون رو برای ما بفرستید. شبتون بخیر.